بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين أجل الله تعالى فرجه الشريف جعلنا من أعباني وأنسه خب الحمدلله توفیق داریم که جلسه دیگری داشته باشیم در مورد سوره مبارکه یاسین و پیش پیش عید فطر رو هم تبریک ارز میکنم انشاءالله خداوند همه تاعت شما رو قبول بفرماد و دعاهاتون انشالله مستجاب باشه و انشالله آنچه که در ماه مبارک به دست آوردید انشالله براتون حفظ بشه و بماند حالا امیدواریم ما بتونیم بعد از ما مبارک یه جوری این سوره رو تمام بکنیم انشالله ما رسیدیم به آیه 28 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما انزلنا علی قومه من بعده من جند من سما و ما کنا منزلین بعد از شهادت این مؤمن مورد بحث که گفتیم میگن حبیب نجار بوده عذاب الهی شامل حال این قوم شد اینجا یه بحثی است که خب اون سه نفر فرستاده که حالا یا فرستاده خدا بودن مستقیم یا فرستاده حضرت عیسی بودن اونا چطور شد سرنوشتشون بعضی میگن اونها را هم به شهادت رسوندند بعضی میگن که وقتی که حبیب نجار با اینها صحبت میکرد و حال یه جوری اینها رو مشغول کرد و بعدم که به شهادت رسوندنش اونها در این فاصله از فرصت استفاده کردند و خارج شدند دو نظر را اینجا در تفسیر نمونه نقل میکنن ولی میگن به نظر بیشتر این میاد که از خود آیه که اونا شهید نشده باشند اینو اون نظر دوم شاید با آیه سازگاری بیشتری داره گرچه آیه مستقیما چیزی نمیفرماد اما این که میگه من بعده و ما انزلنا علی قومهی من بعده شاید یعنی اونهای دیگه پس شهید نشده بودن شایدم حالا خداوند چون داره راجب قوم این شخص و خود شخص صحبت میکنه فقط به او اشاره کرده به هر تقدیر خداوند برای عذاب کردن این قومی که نه تنها خطاکار بودن خب قبلا بود پرست بودن اما وقتی که سه فرستاده الهی اومد و اونها با این شکل برخورد کردن که بسیار غیر منطقی به حرفشون اصلا گوش نکردن خدا هیچ کسی رو نفرستاده شما بشر هستید و نمیدونم شما باعث نهوست و شومی هستید و این مومن رو هم که شهید کردند و اینها چه بسا اونها رو هم شهید کردن خب خداوند برای عذاب اینها یک سیهی همونجور که در آیه بعد میخونیم انشاءالله فرستاد این آیه میفرماد که ما و ما انزلنا علا قومهی من بعدهی من جند من از ما بر قوم او بعد از اون که به شهادت رسیدنی بعد از شهادتش هیچ لشکری از آسمان نفرستادیم یعنی اینطور نیست که ما نیاز داشته باشیم که با افراد سرکش و لجوج و جنایتکار درگیر بشیم لشکر بفرستیم لشکر با اون لشکر اونها درگیر بشن یه ده از این طرف کشتشن یه در اون طرف ما لشکر نمیخواد بفرستیم نمیخواد بفرستیم ما انزلنا علا قومهی من بعدهی من جندن جند لشکر ما لشکری از آسمان نفرستیم. نم که فقط مخصوص اینجا باشه و ما کدنا منزلین کلن ما هیچ وقت این کار رو نکردیم که لشکری از آسمان بفرستیم خداوند اگر بخواد به مجازات برسونه بندگان و مخلوقات خودش رو نیاز به این نداره که با اونها بجنگه اصلا اگه اراده کنه اونها نیست میشن همین که خدا اراده خلق مستمر اینها رو نداشته باشه نیست میشه یا اراده خلقشون رو داشته باشه اراده حیاتشون رو نداشته باشه میمیرن یعنی عدم اراده خلق عدم اراده حیات همین کافی است که اینا نابود بشن پس کلا ما سنتمون این نیست که لشکر بفرستیم و ما کنا منزلی یعنی ما اصلا اینجوری نبوده که لشکر بخوایم بفرستیم ان کانت الا سیحتا واحده فا هم خامدون فقط یک سیحه یک فریادی یک صدای خیلی قوی از آسمان یک صدا آمد و اینا همه چی شدن خاموش شدن همه به تعبیر بعضی ها بی حرکت و خاموش شدن بعضی گفتن در جای خودشون خوش شدن خلاصه بی جان و بی صدا رحم خامد حالا آیا از ترس اون صدا سکته کردن مردن یا نه اون صدا خودش یک نشانه ای بود همراه با اون صدا خدا جانشون رو گرفت به حال یه زمان بسیار اندکی همه اینا نابود شدن ولی این چیزی نیست که اینها براش آفریده شده بودن و تا اون جایی که بشه خداوند متعال مهلت میده فرصت میده عذاب نمیکنه به خصوص عذاب استیصال یعنی گروه سن ریشه کن بشن اینا خیلی نادر بوده و اینها هم سنت خودشو داره در چه شرایطی این اتفاق میفته خیلی حیفه که پیامبرانی آمده باشن اما اینها گوش ندن جدی نگیرن حتی تمسخر و استهزا بکنن متاسفانه این یک دعوی بوده چیز شایعی بوده لذا در آیه سی میفرماد یا حسرتا علی العباد افسوس دریغ بر بندگان ما یعتیهم من رسول الا کانو بهی استهزون هیچ رسولی هیچ فرستاده ای از جانب ما برای اینها نمیاد در طول تاریخ ما یاتیه من رسول دکره در سیاق نفش افاده عموم میکنه بعدم که وقت الا حسر بعد از نفش افاده باز اونم عموم هیچ از همه رسول هایی که فرستادیم هیچ کدوم نبوده مگر اینکه مورد تمسخر قرار گرفتن کانو بهی است از اون رو مسخره میکردن خب این کار خیلی غیر منطقیه خب شما قبول ندارید قبول نکن مسخره کردن توهین کردن بعد قتل و کشتن و شکنجه خودش یا پیروانش اینا خب قابل قبول نیست خب این نه اینکه الا همه عباد مسخره میکردن همه مسخره نمیکردن اما هیچ پیغمبری نبوده که توسط یه عده کم یا زیاد مسخره نشده باشه حالا یه عده هم تماشا میکردن یه عده کارهای دیگه میکردن اینطور تو نبوده که همه ایمان بیارن همه استقبال بکنن این یه قوت قلبی هم هست به پیامبر و مسلمون ها که تعجب نکنید این یه چیز همیشگی بوده و یه هشداری هم هست به مشرکین مکه که ببینید خب دیگران هم این کارا کردن به جایی نرسیدن دین خدا متوقف نشده پیشرفت کرده اونا خودشون ضرر کردن یا حسرتن علل عباد یعنی ای حسرت ای افسوس ای دریق بر این بندگان البته خداوند متعال شما میدونید احساسات مثل ما انسان ها که نداره که خداوند مثلا یه موقعی خیلی خوشحال بشه خیلی غمگین بشه امیدوار بشه معیوس بشه در بحث رضا و قذب الهی یا سخت الهی خب اونجا بیان میشه که اونجا به معنای انسانی نباید تصور کنیم بلکه باید لب به مطلب رو بگیریم یعنی اگر چیزی مطابق اراده و خواست خدا باشه میگیم خدا راضی شد این صفت فعله صفت فعل هم میشه از رابطه بین خدا و مخلوقش انتظاییه یک طرفش که تغییر کنه صفت تغییر میکنه خدا هیچ فرقی نمی کنه، ولی مثلا یه نفر خلق شد یه بچه به دنیا آمد میگه خدا من بچه داد امروز خدا من بچه خب خدا امروز مگه داره یا در این شهر خدا به من بچه داد مگه خدا تو این شهره نه این یک رابطه است که انتظار میشه از خدا که ثابت هست و دور از هر گونه محدودیت زمان و مکانه ولی طرف مقابل چون زمان و مکان و اینها داره رابطه تابه اون ضعیفتره میشه محدوده میشه خدا امروز به من بچه داد نه اینکه خدا فرق کرده امروز و دیروز و فردا داره اینجا و اونجا داره نه اما اون فعل خدا چون یک سرش ما بودیم بچه من و امروز و اینجا اون فعل خصوصیت و رنگ و شکل این طرف ضعیف رو میگیره مثل که شما از اتاق میرید بیرون میگید الان خورشید داره رو من میتابه تا تو اتاق بودم نمیتابید رو من اومدم بیرون خورشید داره به من میتابه خب خورشید مگه تغییر کرد خورشید که داش کار خودش رو میکرد شما تغییر کردید خورشید قبلش هم داشت میتابید الانم داره میتابه هیچ فرقی نکرده شما تغییر کرده پس این هم نه اینکه یعنی خدا ت... داره قصه میخوره و افسوس میخوره نه یعنی این کار کاری است که قصه باید روش خورد به عبارت دیگه انسان که دارای عواطف هستند قصه میخورن وقتی چنین چیزی باشه قصه خوردنی است برای خدا یعنی خلاف ارادهشه خلاف خاستشه خب حالا اینجا دیگه این بحث مواجهه اقوام با امتها با این پیام الهی یه مقدار ادامه پیدا میکنه بحثش باز میشه الم یرو کم اهلکنا قبلهم من القرون انهم الیهم لا یرجعون آیا اینها ندیدند البته دیدن اینجا لزوما دیدن با چشم نیست چون خب اینها قرون قبلی اون اقوام پیشین رو که با چشم که ندیدن رؤیت گاهی رؤیت قلبیه دقت میکنه اینو در نحو اینا خوندید دیگه گاهی رؤیت قلبیه گاهی رؤیت اصلا به معنای علمه دو مفعولی هم میشه بعضی وقتا حالا میفرماد آیا ندیدند یعنی ندانستند خبر ندارند که ما قبل از اونها از قرون از اقوام چقدر حلاک کردیم انهم الیهم لا یرجعون بله اینا میدونن خبر دارن مشکل چیز دیگه است مشکل اینه که انهم الیهم لا یرجعون حالا اینجا انهم الیهم لا یرجعون بعضی گفتند که یعنی اینا دوباره به دنیا بر نمیگردند دوباره به سوی اینا بر نمیگردند هلاک شدند و بر نمیگردند ولی شاید یه احتمال هم هست که یعنی اینها به خودشون بر نمیگردند یعنی الا انفسهم لا یرجعون چون یکی از چیزهایی که برای انسان اتفاق میفته اینه که از خود بیخود میشه بی خبر میشه قافل میشه لذا بعضی جاها داره رجعو الى انفسهم رجعو الى به انفس خودشون برگشتن یعنی چی؟ یعنی خودشون پیدا کردن دوچار غفلت و گیجی بودن به خود اومدن حالا این انهم الیهم لا یرجعون احتمال داره معناش این باشه احتمال بیشترم که خب خیلی ها گفتن اینه که یعنی نزد اینها بر نمی یعنی دوباره زنده نمیشن یعنی تو نیست که یک وقفه ای فقط بوده نه اصلا حیاتشون تمام شد و ان کلون جمعون لدینا محضرون بعدم که اینا حلاک شدن تمام که نمیشه خب حالا طلاق شد تمام شد دیگه شاید بگم آقا اصلا ما هم ترجیح میدیم که پیغمبری بیاد ایمان نیاریم و بمیریم تموم شه نه تمام نمیشه همه در نزد ما حاضر باید بشن محور اسم مفعول دیگه از باب افعال از حضور سلاسی مزیده یعنی حاضر شدن احضار یعنی حاضر کردن همه احضار میشن یعنی حاضر باید بشن در نزد ما بنابراین اون وقت سوال و جواب هست محاسبه هست معاخذه ممکنه باشه پاداش ممکنه باشه و عواقبش دیگه اینم خیلی مهمه پس به دنیا بر نمی گردن ولی به پیش ما بر می گردن. خب حالا از اینجا که همه احزار میشن بحث یه مقدار به معاد سوق داده میشه خیلی ظریف و زیبا بحث میرو بحث معاد که خب از بحث بسیار سرنوشت سازه شاید حدود یک سوم قرآن به نوعی به معاد مربوط میشه به مرگ و برزخ و قیامت و اینها و برای سازندگی انسان توجه به معاد نقش بسیار بسیار اساسی داره به تعبیر بعضی از بزرگان ریشه همه قفلت های ما قفلت از مرگ حتی قفلت از خدا رو هم با توجه به مرگ بهتر میشه انسان از دست بده و نجات پیدا کنه از قفلت از خدا پس خیلی مهمه لذا اینجا بحث معاد و وقت مطرح میشه اینا هم چون انسان هایی که مادی هم بیشتر ولو حالا قبول داشته باشن یه چیزایی در امقام عمل همین فقط این زندگی ظاهری و مادیات رو در نظر میگیرن بنابراین نیاز به توجه به معاد دارن خب و آیتون لهم الارض المیته یعنی المیتتو احییناها و اخرجنا منها حبا فمنه یاکلون خب حالا یک نشانه ای برای اینکه اینها بدانند که احزار میشن و معادی در کار هست قیامت و رستاخیزی در کار هست یک نشانه برای اینها زمینه مرده ای است که ما رو احیا میکنیم احیایناها این رو زنده کردیم زمین مرده منظور اینه که زمینی که درش هیچ گیاهی نباتی گلی درختی چیزی که نشانه های حیات داشته باشه سرسبزی و تراوت داشته باشه گل داشته باشه میوه داشته باشه چیزی نیست مثلا در زمستان یا اصلا یه زمین مواتی رو کسی بگیره آباد کنه یا خود خداوند با باران و اینها احیا بکنه حالا خدایا مستقیم احیا بکنه یا طریق ما و بعد اخرجنا منها حبن از همین زمین مرده که ما زنده کردیم یک دانه هایی یا یک خلاصه غلات و حبوباتی را چه قللات باشه مثلا مثل گندم و جو چه حبوباتی باشه مثل نخود و لبیا و اینا رو از همین زمین مرده خارج میکنیم فمنهوی اکلون که از همین تقضیه میکنن از همین میخورن یعنی حیات شما هم منوط به همین احیاء ماست خب اینه که میدونن همه اصلا زندگی شما با این بستگی داره خب این نشانه اینه که خداوند قدرت بر احیاء داره نه یک بار هم تکرار میشه این مکرر احیا میکنه و جعلنا فیها جنات من نخیل و اعناب و فجرنا فیها من العیون ما در همین زمینی که احیا شد باغهایی هم قرار میدیم نه فقط حالا گندمی در بیاد و من حبوباتی چیزی باغهای میوه از نخیل درختان خرما و اعناب درختان انگور و فجرنا فیها من العیون از همین زمین چشمه هایی را بیرون میاریم جوشاندیم مثل حالت شکاف که فجرنا منظور انفجار به معنای که با باروت و مهمات باشه نه یعنی باز میکنیم آب از تو زمین میاد بیرون و معمولا یه حالت فورانی هم داره پس یه زمین میته که ایش نشانه از حیاتش به نظر نمی اومد تبدیل میشه به یک مزرعه و باغ بسیار زیبا با درختان میوه با قلات و چشمه فَتْجَبْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ چِشْمِهَا لِيَعْكُلُ و ما وَمَا عَمِلَتْهُ عَيْدِهِم تا از میوه اون بخورند همونطور که از اون حبه میخورند گفتیم اخرجنا منها حبا فَمِنْهُ یَعْكُلُونِ اینجا هم از این باغه پس یه کنه یه مزرعه است و یه باقی از میوه های این هم بخورن هم از حب بخورن هم از میوه ها بخورن و هم ما عملت خو هم اون چیزهایی که با دست خودشون درست کردن مثلا گفتن شیره شیره ی انگور شیره انگور باید یه تلاشی خودشون روی انگور بکنن تبدیل بشه به شیره یا تبدیل بشه به کشمش یا تبدیل بشه به کمپوت یا میوه خشک خلاصه خیلی فراورده ها میشه از طریق همین ها به دست آورد اصلش رو خدا به اینا تو این باغ میده و بعد روی این کار میکنه که این البته برای قیامت هم مهمه ها کاری که انسان با دست خودش میکنه یعنی اینجوری اینه که شما از نتایج دست خودتون اونسی که با دست خودتون کردید در آینده مطلع خواهید شد افلا یشکرون آیا شکر به جا نمیارن لازمه شکر اینه که اول این مسئله رو متوجه بشیم ما متاسفانه گاهی قاد اصلا به نعمتها توجه نداریم چه, چه برسه بخوایم شکر کنیم انسان باید به نعمت ها اصلا توجه اول متوجه بشیم مثلا شما خیلی وقتا میبینید که ما چیزهایی که داریم رو اینها رو به اصطلاح فکر میکنیم انگار اینا خود به خود اومده یا همیشه بوده به انگلیسی میگیم take it for granted انگار فکر میکنیم اینا همیشه بوده مفروغان انه مثلا بچه ای تو خونه ف... میاد همیشه غذا آماده است لباس آماده است جای خوابش آماده است اصلا فکر میکنیم اینا خود به خود آماده میشه حواسش دی بابا پدر و مادر دارن کلی زحمت میکشن شکر نمیکنه هیچی اصلا متوجه نیست که داره این همه کار براش میشه روزگاری بچه ها بعضیشون ممکنه به پدر و مادر وقتی ناراحت میشن شما برای من چی کار کردی؟ به این بچه های مردم پدر و مادر براشون چی کار میکنن؟ شما برای من چی کار کردی؟ فکر میکنه خودش بزرگ شده که مثلا علف تو بیابون فکر کنه بزرگ بابا کلی برای زحمت کشیش خونه دل خورده شده مریض شدی نمیدونم یه جور سالم بودی یه جور کوچیک بودی یه جور بزرگ بودی یه جور حالا ما هم نسبت به خداوند متعال اصلا خیلی وقتا یا انسانهایی که دور و برمون هستن توجه نداریم چه برسه بخوایم شکر کنیم لذا انسان مؤمن باید در درجه اول نعمتهای دور خودش را نعمتهایی که به او رسیده اینها رو شناسایی کنه به اینا توجه کنه اینطوری هم بهتر میتونه ازشون استفاده کنه هم خوشحالتر میشه با نشادتر میشه فقط فکر نکنه چهار تا مشکل هست چهار تا مشکل هست هزاران خوبی هم هست ما یه مریضی داریم کلی ناراحت میشیم خب شما هزاران مریضیه که نداری یعنی سالمی الحمدلله اگه یک مریضی انقدر آدم رو سخت میکنه خب اون همه سلامت رو چی؟ اونو باید خوشحال باشین دیگه که اونا رو مریضی های اونا رو نداری یا مثلا این یه نفر دو نفر آدم اذیت میکنن خب بابا هزاران نفر هم اصلا که آدم رو اذیت نمیکنن از قوم و و همسایه و رفیق و غریبه خب اینا رو باید توجه کنیم پس هم توجه کنیم تا بتونیم بهتر استفاده کنیم از نعمتها هم شکرش به بیاریم هم, هم به لحاظ روحی شاد بشیم که همش مشکل نیست خلاصه اینها توجه به اینا نکردن آیا شکر میکنن نه متاسفانه اکثرا شکر نمیکنن بعد خیلی جالبه که شیطان هم میدونه که شکر چقدر اساسی است لذا شیطانم به خداوند عرض کرد که من اینها را گمراه کنم بعد لا تجد اکثرهم شاکرین بعد در نتیجه تو اکثر اینها را شاکر نخواهی یافت آیهشم الان براتون میگم آیه 17 سوره اعراف آیه قبلش اینه که قال فبما ما اغویتنی لعقدن لهم سراطک المستقیم ثم لآتینهم من بین ايديهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. یعنی اصلا شیطان اصل معرکش اینه که ما شکر نکنیم خداوندم می فرماد در اون بحث هدایت انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفوران پس شکر اصلا اساس ایمان و هدایت کفران نعمت اساس گمراهی است خب افلا یشکرون آیا شکر نمی کنن؟ خدا هم که نیاز به شکر ما نداره که انسان ها خب انسان معمولا وقتی ما زحمتی میکشن اگه تشکر نکنیم دل سرد میشن روحیشون خراب میشه ممکنه انگیزه از دست بدن انسان ها مختلف هن بعضی اصلا, اصلا مهم نیست لا نورید و من کم شکورا هن و لا شکور. اصلا از شما تشکرین انتظار نمی شما باید تذریف خودتون انجام بده البته <applause> ولی اون طرف مقابل اصلا ممکن برای مهم نیست میگن یه بند خدایی دیدن از یه خونه بیرون اومد و پشت سرش هم داشتن بهش اهانت میکردند و خلاصه بد کردن ولی دیدن داره لبخند میزنه پرسیدن چی شد شما دارید لبخند میزنید اونا دارم شما احانت میکنن گفت این خانواده یه خانواده بودن که من سالها اینها رو کمک میکردم ولی الان یه مشکلی پیش آمده سو تفاهمی شده چی شده اینا از من بعدشون اومده و با من اینجوری رفتار دارن میکنن با اینکه من سالها اینها رو کمک کردم و علت خوشحالی من اینه که در دلم دیدم که من پشیمان نیستم از اینکه چرا به اینها کمک کردم خوشحال شدم الحمدلله چون من اگر اینها رو به خاطر خودشون به خاطر اینکه اینا تشکر بکنن توقعی داشتم خلاصه چش داشتی داشتم ولو تشکر الان باید ناراحت میشم آ خود اصلا من به اینا کمک کردم اینا لیاقت نداشتن چرا کمک کردم به اینا اما اگه من برای خدا این کار رو کردم الان ناراحت نیستم, نیستم. احساس خسران نمیکنه. بله ناراحت هستم که اینو فوش به من ولی از اینکه من اینا رو کمک کردم ناراحت نیستم. دوباره هم شرایط تکرار بشه همین کارها رو میکنه. یعنی گاهی انسان همین که ازش تشکر نکنن یه تست خوبیه. ببینه پشیمون میشه از کارها یا نه. مثلا یه مدتی فرض کن هفته جای تعلیم داده، تبلیغ کرده، بهش چی ندن، هیچ تشکری نکنن پشیمون میشه یا پشیمون نمیشه خب اینم بحث افلا یشکرون بعد میفرماید سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و من انفسهم و مما مم لا يعلمون منزه هست تسبیح خودش بحث مهم است که در بعضی بحث های قبلی که داشتیم راجبش صحبت که مجرد تسبیح منزه هست خدایی که خلق الازواج کلا که تمامی ازواج تمامی جفت را او آفریده حالا اینا مما تنبت الارض باشه از اون چیزهایی که زمین می رویاند درخت ها گیاهان حیوانات اینا به شکل زوج هستن خیلی شما و من انفسهم خود انسان ها زوج هستند و من ما لا یعلمون خیلی زوج ها هستند در عالم که من نمیدونیم بعضیاش به مرور ممکنه برای ما کشف بشه مثلا اون موقع خبر از بار الکتریکی مثبت و منفی نداشتن از الکترون و پروتون در داخل هسته اتم خبر نداشتن که الکترون بار منفی داره و پروتون بار مثبت داره نمیدونست خیلی از چیزها رو خبر نداشتند خیلی چیزها رو هنوز هم خبر نداریم ولی کلا خداوند متعال چه در میان موجودات زمینی که از زمین خلاصه رویش میاد چه در خود انسانها چه چیزهای دیگه اینها رو زوج آفریده این هم یه چیزی که باید بهش توجه بکنن چیز دیگری که باید بهش توجه کنن بحث شب و روزه نشانه تدبیر الهی یه قسمتش همین هایی که گفتیم یه قسمتش هم میشه بحث شب و روز و آیتون لهم الله که وصلش کنیم میشه و آیتون لهم الله پس یه آیتون لهم الارض بود خود زمین همین کره خاکی که ما روش زندگی میکنیم یه آیه دیگه شبه شب را یه بخشش مربوط زمین میشه ولی یه مربوط به بیرون زمین میشه دیگه اگه فقط کره زمین بود که تنها بود شب و روز معنا نداشت شب و روز به خورشید و ماه هم بستگی داره به زمین هم بستگی داره این ستا با هم دیگه و آیتون لهم و لیل نسل خومنه نهار هم مظلمون یک نشانه از نشانه های قدرت و حکمت خدا برای اینها شبه که روز را از او میکنیم مثل مثلا چطور لباس مثلا فرض کنیم از تن در میاریم اینم روز را از روی شب میکشیم میکنیم خیلی تعبیر زیبایی است هم مظلمون ناگهان اینها در تاریکی هستند چقدر ظریف این شب روز میشه روز شب میشه با آرامش و تکرار میشه این هم یه آیه است خود این شبان روز چقدر تاثیر داره در آرامش ما چقدر تاثیر داره در چرخش حیات و مسائل روانی و شمس یکی هم بحث شمس یکی هم ول در آیه بعدی و شمس و تجری لمستقرن لها ذالک تقدیر العزیز العلیم خورشید هم سیری دارد به سوی یک مستقر مستقر یعنی محل استقرار میدونید در ابواب سلاسی مزید اسم مکان و زمان بر وزن اسم مفعوله مستقر یعنی محل استقرار خورشید هم جریانی داره در نجوم قدیم که هنوز هم همین جور محاسبت انجام میشه از قدیم تا الان برای محاسبات میان زمین رو ثابت در نظر میگیرن و مرکز قرار میدن بعد خورشید و قمر و اینها حرکت دارند و محاسبه میکنن شب و روز و اول ماه آخر ماه کی خسوف میشه کسوف میشه اینا رو دقیق محاسبه میکنن ولی مبنای عملیاتی اینه که زمین ثابته اونا حرکت میکنن به لازم محاسبه هم جواب میده پس این جریان شمس و قمر که اون چیزی که ما احساس میکنیم این خوشید الان از شرق در اومد بعد رفت بالا فلان همین مبنای محاسبه است و جواب هم میده اما ما میدانیم که زمین ثابت نیست زمین حرکت میکنه خورشید را بعضی تصور میکنن که نه خورشید ثابته در صورتی که علم به ما میگه خورشید هم در حال حرکته خ... کل منظومه ما منظومه شمسی در حال حرکته خورشید هم باز جریان داره پس این جریان شمس ممکنه همون جریانی باشه که به شکل حسی ما احساس میکنیم که در واقع انعکاس حرکت زمینه ممکنه منظور اون حرکت اصلی خود شمس باشه خلاصه اینا همشون جریان دارن جریان هم یک بستری میخواد کجا داره حرکت میکنه به چه سمتی حرکت میکنه بعد چطور به چیزهای دیگه برخورد نمیکنه اگر اینها سرعتشون تنظیم نبود فاصله بینشون تنظیم نبود نه به همدیگه برخورد میکردن ذالک تقدیر العزیز العلیم این تقدیر اندازگیری برنامه ریزی و اون قدر خدای عزیز علیمه هم عزیزه شکست ناپذیره تدبیرش رو کسی نمیتونه درش اختلال درست کنه هم علیمه چون این بدون علم نمیشه علمی که جامع و فراگیره والقمره من چون میخوام ماه رمضان داره تمام میشه بعد میخوام سوره ناقص نمونه که انشالله بتونیم بعد ماه رمضان با تعداد جلسه محدودی تم کنیم رزای خود سریع تر دارم میام والقمر قد قدرناه منازل حتی عاد العرجون القديم ماه رو هم براش یک منازلی حالا برای شمس تعبیل مستقر به کار برد برای قمر منازلی چون ما تیکه تیکه حرکتش برای ما اهمیت داره اصولا میدونید که تقویم دینی معمولا تقویم قمریه حتی در یهودیت و تا یه حدی مسیحیت تا حدی خیلی از چیزهای دینی بر اساس چیه؟ قمریه قمر اون وقت شب توش خیلی مهم میشه هر وقت تقویم قمری باشه شب خیلی مهم میشه شمسی باشه روز توش مهم میشه تقویم قمری وقت با شب هم آغاز میشه یعنی خورشید که غروب کرد روز بعدی آز آغاز. روز به من 24 ساعت یعنی مثلا شب جمعه کیه موقعی که پنجشنبه تمام شد از مغرب دیگه وارد جمعه شدیم در صورتی که بخوایم شمسی حساب کنیم شمس و میار قرار بدیم باید بگیم از موقع فجر یا طلوع یا دیگه خیلی بخوایم مسامحه کنیم مثلا بگیم از نصف شب در که قمری اینه که از مغرب حساب میکنیم وقت خود شب هم خیلی مهم دیگه چون مثلا میگم سه شب فلان جا بودیم و الفج و لیال الاش انا انزل نافی لیلت القدر شب خیلی مهم میشه خلاصه قمر برای ما خیلی مهمه حرکاتش و اینها و بعد حسنش هم اینه که چون قمریه میچرخه در طول فصول مثلا ماه رمزون یه موقع بهار میشه موقع تابستون میشه پاییز میشه زمستون میشه اون وقت برای اون نیم کره جنوبی برعکس میشه لذا گاهی برای ما ماه رمزون تابستونه گاهی زمستونه گاهی روزا بلنده گاهی روزا کوتاه برای اونها هم همینطور اما اگر ما این رو یک ماه شمسی تنظیم کرده بودیم مثلا میگفتیم فروردین خب دیگه همیشه میشد برای ما اول بهار برای عده میشد همیشه مثلا اول پاییز یا <applause> برای عده میشد زمستون اگر مثلا تو زمستون دارن برای عده میشد تابستون همیشه الان میچرخه به خاطر اینکه بر اساس قمر خلاصه این منزل‌های قمر اینها رو ما مقدر کردیم میفرماید حتی عاده تا اینکه بر برمیگردد مثل چی مثل یک شاخه درخت خرما که قدیمی شده این شاخه های خرما گاهی حالت یا اصلا روال اینطور است که به صورت هلال در میاد حتی ممکنه گاهی حالت گرد هم پیدا بکنه اول ممکنه کشیده باشه ولی بعد به تدریسی میشه حالت هلال پیدا میکنه خلاصه ما همینطوری میچرخه لش شمسوین بغیله ها انتدرک القمر و لیلو سابق و نهار و کلون فی فلکه یسبحون این, این آخرین آیه امروز ما هست نه خورشید را میسزد سزد یعنی ساز بسا سزاوار هست برای خورشید شایسته است برای خورشید که بخواد قمر را دریابد یعنی برسه به هم و نه شب میتواند از روز سبقت بگیره یعنی هر کدوم باید تو جای خودش بیاد مثلا مثل دو نفر نیست که یکیشون مثلا داره با یه فاصله با دیگری حرکت میکنه بعد میتونه سرعتش رو زیاد کنه برسه به او بعد از او جلو بزنه برای اولی رسیدن رو میگه برای دومی سبقت گرفتن رو خیلی جالبه چون شما وقتی پشت سر چیزی باشی اول باید بهش برسی بعد جلو بزنی میفهمد نه اینجوری نیست کلون فی فلک یسبحون هر کدومشون در یک مدار خاصی شنا میکنن این حرکت رو به شنا تشبیه کرده چون خیلی آرام مستمر بدون اینکه آدم متوجه بشه اینجوری نیست که تکون مثلا گاهی مثلا چی تکون میخوره مثلا فرض کنید قطار که میخواد اولش را بیفته هی تکون میخوره این فهم کنه با اینکه یه چیزی خیلی آرام مستمر حرکت میکنه لذا زمین را تعبیر به مهدم کرده جعل لکم از این حالت مهده پس همه چیز طبق برنامه مشخص تقدیر مشخص جلوی چشم ما داره حرکت میکنه در مدار خودش حرکت میکنه اینا نشانه های نظم نشانه های قدرت نشانه های تدبیر الهی است خب حالا ما بیایم بت بپرستیم خب بت چه چه نقشی داره چه کاری کرده چه تحصیلی در این عالم داره بیایم بت بپرستیم خب مشرک بشیم یا اصلا بیدین بشیم خب کی داره این کارا رو انجام میده ان بحثمون رو از آیه چهل و یک باید در جلسه بعد انشالله ادامه بدیم ببینیم حالا انشالله جلسه بعدمون کی میشه بعد از ماه مبارک انشالله خداوند رو سپاس گذاریم که به ما توفیق داد که در این ماه مبارک رمضان چند جلسه در مورد این سوره مبارکه با همدیگه گفتگو داشته باشیم انشالله خداوند همه ما را اهل قرآن قرار بده در دنیا با معارف قرآن نورانیت قرآن آشنا بکنه و در آخرت انشاءالله از شفاعت قرآن برخوردار بکنه الحمدلله رب العالمین